آقای حامد آهنگی اینجا هستن، کمدین خوب کشورمون، و قرار هستش که راجع به دنیای شیرین کمدی باهاشون صحبت بکنیم که بهش خوش آمد میگم. آقای کرخور بفرمایید. خیلی ممنونم. سلام حامد جون. سلام، سلام. صبح بخیر. ممنونم از دعوتتون، خیلی خوشحالم اینجام. به مردم عزیز کشورم سلام میگم و صبح بخیر. امیدوارم مثل من نباشن که صبح بیدار میشن گیجن. من اینجوری هم بچه دیدی لیوان آب میذارید واسه همه، چون صداش هم بخواد صدای سرصبحیه. آره سرصبحیه. این ساعت چند وقت نهیده قربان؟ فکر کنم 7 سالگی آخرین باری بود که نه دیگه کلن، چون کارم عادت کردیم سالها به این که میبینید کلن مدل زندگی خیلی مربوط به نوع کار میشه. بفرمایید. بیا آقا شما، بیا مجلس هستی من بیام باش یه لحظه، من بعد از جلوی این دوربین رد شم، دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم. آره پویان دوست داشت که دیده نشه. آقای هدایتی مدیر تولید. و آقای هدایتی همیشه آقا از پویان دست بزنیم، خیلی وقت تشریف. الان هم نمیای باز. آره خدمتی ببخش. خواهش میکنم. خدمت ترس کن. آره دیگه مدل زندگی خیلی مربوط میشه به کار. یعنی شما شاید اگه خودت هم این برنامه رو الان نداشتی بعید میدونم که زودتر از مثلا 10 شاید بیدار شی. آره خیلی ولی الان قاعدتا 6 بیداریه. الان جمعه هم باز ساعت 6 اینجوری. بله منم چون اجراهامو معمولا، حالا من سالهایی که کیش بودم که مثلا ساعت 3:30-4 صبح تازه اجرامون تموم میشد تا برسیم خونه تا استراحت کنیم بخوابیم. برای همین سیستم ساعت خواب بدنم به هم ریخته. یعنی من زودتر از مثلا 2-3 واقعا خوابم نمیبره. آقا اولین بار کی متوجه شدی که استعداد خندوندن داری؟ اینجا میخوام تشکر کنم از معلم حرف و فنم در دوران راهنمایی، ایشون متوجه شد. حالا تو خانواده که خب خیلی ها میگن آقا همه شیرینن، تو خانواده ها همه بچه ها شیرینن، همه مستعد، همه یه دوره مثلا فوتبالیستن، یه دوره خوانندن، یه دوره استنداپ کمدینن، الان یه خود مد شده. ولی من دوم راهنمایی جشنای دهه فجر، من برای گروه نمایش میکروفون نگه داشته بودم، داشتن برای بچه ها اجرا میکردن و یه نمایشی بود تو دندون پزشکی و بچه ها همه اینجوری هی داشت، قرار بود با مزم باشه نمایشه، قرار کمدی باشه و حیات مدرسه همون داشت ریزش میکرد، یواش یواش داشتن میرفتن. خود معلم حرف و فنه اومد یه قاطی کرد، گفت آقا فکر کن اصلا، گفت تعطیل کن آقا این چی آخه بابا خسته، به تو خدا حامد اجرا کنه. یو من که فقط در حد این بودم که حالا این دیالوگشو بگه بعد بدم میکروفون این اونا بازی میکنن. بعد من تو کلاس خب ادای همه معلم‌ها رو در میآوردم، هر موقع بیکار میگم آهنگی بیا ادای منو در بیار. خوب با جنبه بودن معلم. آره خب بعد تلافی میکردن تو نمره. بعد گفت همین کارو بکن دیگه. طوری شد که از بیرونم آدم اومد تو حیات مدرسه، خوندم ادای معلم‌ها رو در آوردم. اون موقع مثلا یه خود کوچولو تقلید صدای مثلا نمیدونم معاون کلانتر و اینا مود بود دیگه، وای خسرو شاهی و اینا آلندلون. رفتم و از اونجا به بعد احساس کردم میتونم در برابر یک جمع زیاد اجرا کنم. یعنی در واقع استارت کار از سال دوم راهنمایی خورد. بعد رفتم تو نمایش مدرسه و رفتیم تو مسابقات استانی و جایزه اول بازیگری گرفتم و یو همونم یه قدرت بیشتری داشت. همه اینا تو انزلیه دیگه. از بله استارتش از انزلی خورد. بعد دیگه خب میرفتم تهران، چون من پسرخاله‌ام همه کار تئاتر می‌کردن، دانشگاه سوره بودن و اینا، و میرفتم کار تئاتر آزاد انجام میدادم و جدی و خیلی نقشای متفاوت و، ولی دیگه دیدم واقعا نمیتونم، هیچ چی به اندازه کمدی راضیم نمیکنه. ببین حالا کمدی و تقلید صدا که حالا دو تا جفتشون هم، یعنی تقلید صدا واقعا یه هنریه. بله. تو الان فکر میکنم کمتر داری استفاده میکنی. نه نه من اصلا خیلی هم بلد نیستم. اصلا تو اون هیته ورود نمیکنم، چون خیلی بچهای خوبی داریم تو تقلید صدا. من سعی میکنم کاری رو انجام بدم که خودم حس میکنم و تماشاگرم احساس میکنه که بلدم. لزوما قرار نیست همه کارو با هم انجام بدم. ولی الان من میدونم که خیلی دوستان معاون کلانتری که تو دبیرستان راهنمایی رفتی رو اگه هنوز تو خاطرت داری یه جمله باش بیا. اگه نداری چه اشتباهی کردم. آره دیگه. چون معلم باور میکنی خیلی مال اون موقع است، فقط یادم بود که معاون کلانتر رو میرفت، ولی نمیدونم الان صدام باز شبیش میشه یا نه. آها دید نشدم عبور میکنیم دیگه. خدا نگنگ نگونی ما دیگه یه همچی چیزی بود. دهه 60 ها بیشتر یادشون، چون الان خیلی وقت دیگه کارتون ها عوض شده. چرا بازم داره شبکه مختلف پخش میکنه. خب پس اینجوری شد که بله. چه روزی اولین باریه که داری در جلوی یک جمعیت زیاد که بلیط فروشی شده و به خاطر تو اومدن داری میری رو صحنه؟
کیه؟ فکر کنم سال 84-85 بود. خب که اونجا چند سال توش؟ 50 و من 58م. 17 58. 17 تیر. خب و میاد به میاد بچا نه. 58 که عمرن ده. 59 میخوره. مدل خودم رو میده. خب آره. بعد چیز نکنم مثلا سینما یه جوری نگو بهم بر میخوره واقعا. نه اون چیزی نگفتم. مثلا... خب اولین باریه که الان تو اومدی بلیت فروشی کردی احتمالاً از اینش یعنی خب کلی رفتی ریش رو گذاشتی گفتی آقا من میخوام بیام اجرا بکنم. آره توی گروهی بودم که خب کمدین اصلی کسی دیگه ای بود. دوست عزیزم رضا نظری که از خوبای استان گیلان. همینجا هم بهش سلام میکنم. خیلی چیز ازش یاد گرفتم. یه کمدین واقعا نمبر 1ی. و من در کنار اون اومدم دیده شدم تو استیج. بعد یواش یواش دیگه خب رفتیم گروه دیگه ای و کمدین اصلی من شدم. یعنی خودت یه گروه تشکیل دادی یا یه گروه دعوتت کردن؟ دعوتم کردن. آره که بیا تو نقش اول ما باش. بیا نقش اول ما باش. و اون موقع تو هر برنامه ما سه تا نمایش می‌رفتیم. سه تا نمایش مختلف. الان نیست که مثلا من تو کار خودم یک نمایش مثلا یک ساعته میرم که سپرده‌ایه اونجا سه تا تیکه 20 دقیقه مثلا برای سه تا تیکه 40 دقیقه میرفت. آره خیلی طولانی یعنی همه بیس کل کار اصلا نمایش بود و باید هم مختلف یعنی ما با 9 تا کار 10 تا کار آماده میکردیم تا اصلا اجرامون رو شروع کنیم و اونجا اصلی بودم و خدا رو شکر جواب گرفتم. یعنی تهیه کننده جواب گرفت یعنی سالنش پر شد. خب برای خودم هم خیلی عجیب بود. آه یه فکر نمی‌کردی چه بعد اکثرا گیلانی های مقیم تهران می اومدن اون اوائل اصلا از انزلی شروع شد و گیلان و بعد رشت و سالها استان گیلان اجرای بلیت فروشی می رفتم اجراهای ارگانی رو در شهرهای مختلف می رفتم. بلیت فروشی از زمانی شروع شد که دعوت شدم جزیره کیش. سال 89 کیش یه جوری میشه گفت رفتن به کیش یه جوری یعنی یه کمدین دیگه در سطح کشور موفق شده. خیلی مدیونم به کیش. من تازه دیشب از کیش رسیدم تهران. آه برنامه داشتی همچنان؟ نه رفته بودم برای تفریح. آخه خب حال خوبم میرم اونجا حالم خوب میشه تا که داره اجرا شروع میشه. واقعا به کیش مدیونم چون اصلا از کیش من شناخته شدم. سی دی ام از اونجا پخش شد تو کل ایران و اونجا شد که دیدم. من سال 89 که خرداد 89 تو که شروع کردم 13 تا تماشاگر شب اول اومد. رفت میرفتن تو آمفی‌تئاتر چون تو هتل بود رفتن تو لابی داد میزدن کمدی کسی نمیخواد رایگان نمایش بیاد نمیومدن اصلا نبود هیچ برنامه‌ای هم نبود خیلی تو کش جا نیفتاده بود این مدلی. کمتر از یک هفته دیگه سولدات شدیم. سولدات یعنی همه بلیط فروش رفت. عذرخواهی میکنم الان فرهنگستانه. آره دیگه بعد رعایت بکنید چون چیزایی هست که کلمه براش داریم. آقا اون شب اولی که رفتی آره 13 تا تماشاچی داشتی باز همون انرژی رو گذاشتی؟ همون انرژی. آره من برام فرق نمیکنه. من شما فکر کنید من 9 سال تقریبا هر شب روی صحنم یه چیز شاید یه شبایی هم 2 سانس یه شبایی 3 سانس حالت بده سرما خوردی تهیه کننده پولتو نداده هنو خود تغییر میکنی؟ نه نه من دوست ندارم کردم این کارو تجربه خوبی هم بود ولی خیلی دوست ندارم. هر من میگم یکی که کار تغییر میکنه اون باید کارش انجام بده همینطور که تغییر کننده نمیتونه بیاد کمدی کار کنه. دوست ندارم به خاطر حالا یه ذره مثلا درآمد بیشتر من فضولی میخوام اعزابت توی درآمدت بکنم. میدونم که حوزه شخصی تغییر دوست نداری جواب نده. نه واقعا دوست ندارم. خب پس نه چرا بعد جدی میگم قبول نمیکنی نه میگی نه دیگه شوخی میکنم نه بابا خواهش من میخوام چون خیلی ها هستن که احساس میکنن که تو این حوزه میتونن موفق بشن میخوام بیان ان شاء الله درآمدزایی بکنن انشالله. من نمیخوام خیلی حالا ریز و اینها منتها میتونی بگی که شبی دقیقاً چقدر درآمد یعنی ریز نیست نه ببین واقعا تا مثلا 3 4 سال پیش خیلی اصلا درآمده دیده نمیشد و واقعا چون خب تهیه کننده هم خیلی وفا نمیکرد به عهدش ولی خب من با تمام توان کارم رو انجام میدادم چون همیشه برای تماشاگر احترام قائلم. به اون ارتباطی نداره که من پول گرفتم یا نه اومده واقعا چند ساعت رو لذت ببره. اما تو این 3-4 سال اخیر که مخصوصا از وقتی که اومدم تهران دوباره و ها یک تهیه کننده بزرگه در واقع دو تهیه کننده بزرگ کشورمون تهیه کننده سینما الان تهیه کننده من هستن و سر وقت در واقع به تعهدشون عمل میکنن. ببین منم و یک تیم 12 نفره
خب اون چیزی که برام میگم الان تو فکر مثلا یک سالن من تو شب دو سانس من چون عدد میخواستم این هلی میخوای جزئیاتش رو چیز کنی یهو عدد بگم آره دیگه اگه میخوای نمیخوام بعدی خب باش تمام شد درست تو هم این مسئولا نباش که یه چیزو نمیخوان جواب بدن هی موقع ما یه تیم بزرگ هستیم اونجوری رفتن یعنی مسئول پتانسیل مسئول شدن هم داره آره دیگه چون حالا تو شوخی شوخی میخندونی اونا جدی جدی میخندونن آفرین بله خیلی قشنگ گفتی آقا بریم سراغ حضور توی خندبانه بله برنامه‌ای که بالاخره مخاطبان بسیار زیادی داشت و فکر می‌کنم که یه پله خیلی خوبی بود برای تو که در سطح کشور شناخته شی قبل خندبانه اوضاع چجور بود بعدش چجور بود ازدواجت مال کیه قبل از خندبانه است یا بعد از خندبانه ازدواج خیلی وقت من ازدواج بله من سال 86 ازدواج کردم خب چجوری آشنا شدی با خانومه خانومم کار تئاتر می‌کرد و توی کار با هم همبازی بودیم توی نمایش تئاتر برای یک جشنواره‌ای من نقش دوز رو بازی میکردم و ایشون هم یه نقش اصلی داشت من نقشم کمتر بود البته تو اون کار و چون خانواده‌اش رو میشناختم خانواده هنرمندی دارم برادرش یکی از خواننده‌های خوب استان گیلانه دیگه رفتیم خواستگاری قبول نکردم چی گفتن؟ کلن مثلا خب اون بازیگری آخه درآمدی نداشت دیگه واقعا اون موقع و حقم میدادم بهشون بعد 4 سال مجددا رفتم و قبول کردم 4 سال 4 سال میدونستی که آره. همسرتون موافقن بعد رضایت خانواده رو بله بله زحمتمو کشیدم در واقع و خندوانم الان خندوانه رو بگم آره. آره خندوانه رو من قبل خندوانه اجراها میرفتم یعنی خندوانه خیلی تأثیری روی اجرای استیج هم نداشت اجرای استیج هم به واسطه اجرای استیج در کیش همه شهرهای ایران میرفتم تقریبا و همه جا خدا رو شکر به لطف خدا و مردم سالونم پر شده ولی خندوانه رو دوست داشتن به خاطر خود رام بود به خاطر بیننده هایی که داشت و یعنی معتقدی که کمکی نکرد به این که مثلا بیشتر برنامه بری یا حداقل دستمزدت رو افزایش بدی نه اصلا دستمزد که اصلا عجیب نه نه اصلا ولی بله رو دیده شدن بیشتر بله خیلی تاثیر گذاشت و دوست دارن دیگه مردم واقعا خندوانه رو دوست دارن آه. امیدوارم دوباره شروع بشه حالا چه با ما چه بی ما و دوباره مردم خندوانه رو ببینن انشالله احساس میکنین حالا حضور تو این برنامه و ارتباطت حالا با کارگردان ها و تهیه کنندگان حرفه ای تر سینما و تلویزیون راه تو برای سینما باز کرد یا باز اونم معتقد که از همین برنامه های صحنه بی تاثیر نبود آه. چرا بی تاثیر نبود به هر حال وقتی توی برنامه دیده میشی روح و رود فکر میکنن من هر چقدر تو استیج باشم شاید تا سالها تا آخر عمرم هم کار کنم خیلی ها نبینن منو چون برای استیج جمعیت تو مثلا میرم 1000 نفر 2000 نفر اونایی که نیومدن نمیبینن حامد آهنگی رو ولی تلویزیون به هر حال کنترل رو میزنی و میلیون ها بیننده تو رو میبینن و این تاثیر خندوانه بود دیگه واقعا واقعا من همشون خواستم شد میگیم در داستان دو ماهی که به هر حال به خاطر ایام عزاداری بله. شما برنامه طنز و کمدی نمی‌رفتی بیکار نشسته بودی خونه مطالعه همین دو ماه آره نه من فیلم سینمایی دعوت شدم خب. که خدا رو شکر خورد تو تایم تعطیلی که تونستم برم فیلم سینمایی چند میگیری گریه کنی دو بعد 14 سال ساخته شد خدا بیامرزه استاد منوچهر نوذری رو که در این فیلم بازی می‌کردن و دم همونایی گرم که تو یکش کار کردن به نظرم فیلم شریفی بود و کمدی جذابی بود آقای لولایی ابوالفضل پور عرب و خیلی های دیگه خانم شاکر از نفس چیه قصهش میتونی یه دو خطش برام بگی ببین پسر منوچهر نوذری پسر آقای شایسته که یاد باشه اون گفت رضا شایسته بعد همه گریه میکردن من هیچ وقت اون صحنه که اسدالله یکتای عزیز داشت با دست اینجوری حلوا رو جمع میکرد بعد یا امیلاله بهش اینجوری کرد تخ کوبید تو سرش این یکی از پلانای جذاب این فیلم بود واسه من پسر رضا شایسته که نقشش اشپتن آرفی بازی میکنه خب اون هم فوتبال اومد این آره بلد. اصلا دیگه نمیره هر چی میگیم برو نمیره بعد میاد تو ایران و به نظرم خوبم بازی کرد که ارث و میراث رو بگیره یعنی اون ارثی که پدر به جا گذاشت ولی گرفتن این ارث منوط به یه سری شرط و شروط احتمالاً باید ازدواج کنه نه شرط و شروط اینه که حالا مراسم عزاداری باید برای بی بضاعت ها برگزار کنه منم نقش به حال
روزخون رو بازی میکنم. اوه چی باید بشه پس دیگه. خب دیدنیه. مردا میخندن دیدنی. خیلی متشکرم ازت. ان شاءالله که کار خوبی عذاب داره. آره حتما با حضور شما این انتخابی که میگی، گرچه به نظرم هم که گروه بفروشیه دیگه، اشپیتیم و خودت، حالا بقیه دوستانم که آقای حمید لولایی، ابوالفضل پور عرب و خیلی از بازیگرای خوبی شده. شبی که حالت بد باشه واقعا، از یه چیزی غصه دار باشی، داستانی باشه، یا یکی ببینی تو سالن بگی که ای بابا مثلا با طرف یه خاطره بدی داری، پولتو خورده، متا باز بری اون بالا و شروع کنی به خندوندن. بله بگو تلخ‌ترینش، یه روزی که به زور خودتو کشوندی بالا. یه زوری که خیلی بوده، ولی مثلا اگه بخوام فراتر برم از بحث مالی، روزی بود که من تو کیش 5 دقیقه مونده بود به اجرا، گفتن مادرم حالش به شدت بده و چیزی تو مایه های سکته، و یو اصلا کپ کردم. همین الان که گفتم یه جوری شدم، یعنی احساس کردم که خودم دارم سکته میکنم، چون وقتی راه دوری بیشتر اون خبر اذیتت میکنه، وقتی نزدیکی سریع خودتو میرسونی و شاید واقعا اونقدی حالش بد نباشه که بهت گفتن، یا بد بوده بهتر شده، ولی وقتی دوری نمیتونی. مثلا فکر اون انزلی بود، من کیش، و خیلی با تمام از خدا خواستم که، چون به خودم گفتم واقعا که الان به این تماشاگر ارتباطی نداره که اینا 3-4 شب اومدن کیش خوش باشن، یک شبشون رو گذاشتن به عهده حامد آهنگی. حالا من برم رو صحنه بگم مامانم حالش خوب نیست و شما این شبتون تعطیل، واقعا نمیشه. رفتم و با همون انرژی اجرا کردم و کل 3 ساعت بله. فکر مامان، بله، ذهنم که مامان بود فقط، و به من که ولی ظاهرم آره معلوم دست دادن، رفتی تلفن رو دست گرفتی، رفتم و گریه کردم اصلا، یعنی چون اونقدر خودم رو نگه داشته بودم. آره حالم خیلی بد شد. این یکی از خاطرهایی که دارم، ولی میگم تو بدترین شرایط استیج نمیشه آخه، چون کار تصویر میتونی بگی کارگردان عزیز من امروز حالم خوب نیست، این صحنه رو نمیتونم در میگم، نداره، فردا میگیریم، ولی وقتی مردم بلیت خریدن اومدن تو صحنه چیو بگیریم؟ باید اجرا کنی. دمت گرم. بریم سراغ انزلی و تیم ملوان. آفرین، مرسی که گفتی. میخواستم ببینم میتونم اینجا بگم. چرا نمیتونم؟ چون واقعا ملوان، ببین ما یه تیمایی داریم تو این کشور که نمیشه کنارشون گذاشت. ملوان تو همین چند سال پیش پر افتخار ترین تیم شهرستانی بود تو جام حذفی، حالا سپاهان فکر کنم شده. استقلال برده، پرسپولیس برده، تو بازی‌های بزرگ خود استقلالی ها پرسپولیسی ها احترام قائلن برای ملوان، کلی بازیکن خوب معرفی کرده به تیم ملی، مثل مازیار زاره، مثل مرحوم سیروس قایران، مثل غفور جهانی، خیلی‌ها، سعید عزت اللهی الان دوست خوبه، ولی ملوان رو فکر کن ذره ذره دارن نابود میکنن. خود مسئولین انزلی بیشتر مقصرن به نظر من، یعنی بازی دارن میکنن با طرفدارای ملوان. ملوان فقط مربوط به انزلی نیست، ملوان مال گیلان و بعد ایرانه. شمالی ها، حتی من دیدم مازندرانی ها ملوان رو دوست دارن. اصلا ملوان نیست تو لیگ یه جوری هن. چرا؟ چون یه تعداد بازیکن بومی جنگنده و با دل و جون می اومدن تو زمین، با چقدر مثلا تیم بسته می شد. حالا همون یه مقدار کم هم نیست، هیچکی نمیاد ملوان رو جمع کنه. هی داره مثلا ملوان تای جدول لیگ یکه با یه فکر کنم 1 امتیاز 2 امتیاز، یعنی اصلا ملوانی که اون موقع جزء همیشه 4-5 تای بالای لیگ، اون موقع جام آزادگان بود، بعد شد لیگ برتر بود، تو آزادی خوب بازی میکرد، تو انزلی که اصلا میترسیدن میومدن. من یادم یه مصاحبه از آقای پروین دیدم که میگفت واقعا انزلی همیشه بازی برای ما سخته. من خودم بچه بودم رفته بودم بازی، خدا بیامرز مرحوم قایقرانو، جام حذفی نیمه نهایی بود، دروازه‌بان قلیچ بود، دروازه‌بان پرسپولیس، و 2 تا شوت از راه دوری ایستگاهی در حال دویدن سیروس قایقران زد تو سجاف دروازه و بازی رو برد. ملوان رفت فینال، استقلال رو تو آزادی برد و قهرمان شد. استادیوم رفت اینا رو؟ انزلی رو استادیوم رفت. کوچیک بودم، نمیتونم تهران رو نتونستم برم، ولی یادمه که مردم ریختن مثل ایران و استرالیا شد، ولی یه خورده کوچیک‌تر. و اینا قشنگه دیگه، مثلا بعضی تیما رو نمیشه واقعا. حسابی الان دلت خونه ها. چی؟ به خاطر تیمت. آره واقعا، آره. متشکرم. ان شاءالله که حالش خوب شه دیگه. قربونت برم. ما معمولا احساس میکنیم که بچه‌ای که حالا کار کمدی میکنن همشون خیلی شاد و الکی خوشن، ولی در حالی که کمدی و طنز نشأت گرفته از یک دانایی
و یه خورده فکر کردن بیشتر به مسائل. حالا این رو ولی بذاریم کنار چون یه خورده تلخ هم شد. من خواستم که ببینید حالا وقتی که میریم دست میزنیم میخونن، حالا خودشون تکون میدن، ماجرا این نیست که واقعا بی خیال دنیا باشن. یه فاصله کوچولو میگیریم برگردیم دیگه بریم تو حالا هوایی که حالا مردم میخواد بیشتر بخرن. بله حتما چاکه. با افتخار یه فاصله میگیریم در خدمت شما. مرسی. نمیگم وسطش هم اگه چیز میکردیم میگه جدیمون تمام شد، میگه وسطش هم خودت دیگه میرفتیم اون ولی من پایه بودم. میخوایم دوتا بازی بکنیم محمد، حالا وسطش هم هر خاطری به ذهنت رسید به ما بگو. اول میخوام که بریم سراغ جدول. به به خورا کمه. خب پس بذار من بیام پیش تو بشینم اگر که بتونم سوالا رو بخونم. بیام این ور من فضای مجازی نیومده بود، خب فقط جدول حل می‌کرد. واقعا مجله گولاک. آره این مجله جدول رو می‌گرفتن. خب بریم سراغ اولین سوال و جواب اولین حرفی، یعنی اولین حرف هر کلمه رو که بگی تهش ما زدن کنار هم میشه رمز جدول. آها. ولی منوط به اینه که بتونیم جدول رو حل کنیم. من حلم نکنم. نه کار ندارم. بریم آقا جون. این سخته، این سخت. آها. بر هر درد بی درمان دواست. بله. آدول کولت. چند حرفه؟ دو چهار. من باش آشنا نیستم. یکی دیگه یک بر هر اسکناس که نمیشه دلار. دلار دلار بنویسید. دلار رو بذارید، دلار رو بذارید بر هر درد بی‌درمان. آره خیلی درسته. نه ما چون دلار گیر نمیاد با خنده کار میکنیم دیگه. خنده آره نیست ولی بنویسن. به نظر من نیست. خواننده پاپ و دروازه‌بان سابق تیم ملی فوتبال کو اومدیم بشه دیگه. دو با خ شروع میشه. آه همه افقیه. همه افقیه. یه بار دیگه بگو خواننده. اونجا نوشتم استاد خواننده پاپ و دروازه‌بان سابق تیم ملی فوتبال. نیما نکیسا نیست. خب بریم نیما نکیسا دیگه. این خیلی سخت تر از اون خنده بود که قربونت. گزینه 3 سوال بعدی. به ساکنین شهر بندر انزلی میگویند. اینو نمیتونم بگم شوخی، باید بگم درجه. آره دیگه انزلی چی؟ بله بریم بچه‌ها واسه گزینه 4. به آدم‌های بامزه میگن یخ. به آدم‌های بامزه فکر کنم بی‌مزه رو میگی. به آدم‌های بامزه میگن بامزه تو جلو بشین مثلا همچی چیزی. کنترل دست تو، شیشه رو تو بده پایین. اینقدر نیست. نه. به آدم‌های بامزه میگن شیرین. نمیشه. این واقعا سخته. میدونی جوابو یا نه؟ جدا نمیدونی؟ منم باید وایستم تو موجود بزنم. به آدم‌های بامزه میگوین نمک دو. در حال به آدم بیمزه میگن. آره ببین اشتباه بود. میگن برو بابا نمک دون. سلسله جوال نمک هم گفته شده. آره آدم‌های بیمزه دیگه اون خیلی بچه. خیارشور هم میگن. آیه جو که بیمزه بود یارو میگفت خیار شور دارید، بعد میگفت بله، میگفت پس یک کیلو خیار ما رو بشورید. نشنیده بود چقدر بیمزه بود. خیلی لوس. الان من باید بگم نمک دون. الان به من بگو سلسله. ولی جو که بیمزه هم به زنده رسید بهم بگو لوس تا جو که شنیدی چی بوده. یکی داشت قند میخورد با چای، یکی داشت چای میخورد با قند، سگه اومد قند رو بخوره، یهو گفت چخه، گفت به خاطر خودت میگم غم میگیری. بیمزه بود نه؟ بیمزه ترین جوکی بود که عدد جوکی بیمزه. یکی بهت بگم که میری تو برنامهات بگی. نمیگم آقا مریضم. دوتا فلشه میرسن به هم میگن آقا فرمت ها از بین رفته. خب بریم وزیر 5. خوراک محبوبی که با دل و جگر تهیه میشه. جقل بقول. بارک الله. بلدی درست کنی؟ نه بابا من. خوردی اصلا تا حالا؟ آره بابا. خب نوش جون. جزوزم میگن. جزوز گیلانی هم میگن. نه آذریا فکر کنم میگن. جدی؟ آره. همینه ترکیباتش؟ آره فکر کنم یه چیزایی قاطیه دیگه، از تهمونده بز و میریزن قاطی میکنن. دستشون درد نکنه واقعا. بریم گزینه، یعنی سوال 6. خیلی از کمدین ها خودشون رو در این شاخه پر استعداد میبینن. گفتی اولی گفته بود همه که بله. همه فکر میکنن تو خونهشون فکر میکنن که مثلا اینجوری هنو. آره استنداپ کمدی. آره اینجوری غیر طولانی میخواست حدس دیگه بزن جمله میتونستی بذاری اونجا. آره نه اصلا معلوم بود استنداپ کمدی زیاد بود فهمیدم. و سال 7 گله را گر میکند. گله را گر میکند.
دوستان میخنده چرا؟ من سوال تکرار میکنم. کاش صدا خنده پویان رو کاش میدونم. گره مطمئنی؟ آره دیگه یله رو گر میکنه. کر نیست؟ نه دیگه یله گر نه یه چوپان. مثلا کر بود نه یه چوپان. فالش چوپان. بله بله بله. ولی بله. اون چوب... بز ن... بز گره. بز نر یا بز گر؟ بوز نر گلل گر میکنه؟ بوز گر دیگه؟ بوز گر گر آره بوز نر چی کار داره؟ نه دیگه واسه خودش مراقبت میکنه با ما بس... کاری نداره آره بوز گر گلل گر میکنه حالا ببین این اول یعنی حرف اول این کلمه ها رو شما بچینی کنار هم همچنین بالا پایین شما فکر کنید بالا مهی میگم خنانجاب چیه؟ آره خنانجاب نیست یک چیزیه یعنی یک کلمه ایه که اتفاقا از رفیقای خوبت هم هست و از شخصیت های دوست داشتنی تلویزیونه باش خنن میشناسم بچه خوبیه باش خنن خناج با جناب نه با جناب با خلج اگه عراقی بودی الان با خلج اشاره میکردی نه جناب خان آفه آره به افتخار محمد بهرانی هم شاید دست بزنیم واقعا جاش خالیه محمد درجه یک باز محفظه اومدی دیگه لو رفت این خود یه سری عکس می‌خوایم ازت ببینیم ببخش من اومدم اینجوری که بتونم عکس رو با خودت ببینم اینا همه شما امساله اینجا خودتون کوپلترین عکس اینوری هنر خنداندن ها کوپلترن یا جوونتری موات یه جوری دیگه است آره نه هی من وزن زیاد کم می‌کنم خب یهو تصمیم می‌گیرم رژیم می‌گیرم یه هفته لاغر میشم یهو یه هفته چاق میشم یعنی اصلا عجیبه برام چرا اینجوریه خب این کدومی سمت راستی اون منم اون خواهرمه اون پسر خالمه که کار تئاتر میکنه فرانسه ولی که الله همتون هنرمندی نه من هنرمندم اینا اداش در میاد آ از عمرم گفتی که بچهای عموت بودن کی بودن پسر اون اینکه پسر خالهام دو قلوام اونا هم کار تئاتر میکنن اصلا استاد دانشگاه چه 13 به دری میرفتین شما دیگه آره فقط پانتومیم بود دیگه همش بود خب بریم بعدی به به ایشون نه ایشون عموم هستن خلبان بودن در دوران جنگ کاپیتان آهنگی اینم که حامد آهنگیه آخه آره تولد خودم بوده خب به 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 اینجا فکر کنم همون سن و سالیه که دیگه اینجا 9 سالمه خب اینجا تولد 9 سالگیم یادم میاد از 9 سالگیم فقط عکس هست بقیه نمیدونم خودم عکس رو پاره کردم نمایشو پاره کردم فکر یه چاره کردی بریم بعدی ابوالسعید ابوالخیر آره چرا هی قیافت عوض میشه؟ این کوچیکترم. بابام یه پیکان جوانان سبز داشت. یادش بخیر. یادم نیست البته. اینجا نشستم رو سقف ماشین. بعد بقیه‌اش گویا این سقف هم هست. ماشین زیره. آره ماشین پایینه. و چیزی دور و برش که نمیتونیم ببینیم. نه دریاست. دریا هم که جدا بوده دیگه. آره. پس چرا 58 تا بچا میتونید یه کاری کنید که بتونیم پیکان رو هم ببینیم یه خود چون دیگه تضمین داد که تو دریا هم هیچ چیز نیست. نه نمیشه. نه از آقام شال لخته دیگه عزیزم راست میگه خب چرا با پیکان تا اون لب رفتیم میشد بریم دیگه الان سایل کوچیک شده ما میرفتیم از تو پیکان میپریدیم تو آب الان یه روز باید بری و دریفت هم میکرد حاجی با پیکان اصلا بابا ببین یه دفعه پدرم رفته بود روشن بعد میزد یک میرفت بعد ما برگشتیم دیم همه دارن میخندن زد دو رفت نگو کف ماشین رفته رو شن لاستیک داره رو هوا میچرخه هی زت اونم میرفت خدا این ساختمونه چرا نمیره ما داریم میریم همه همونن یعنی یه استنداپ کمدی همونجا شد یعنی 500 نفر جمع شدن فقط داشتن میخندیدن و ما خیلی جدی داشتیم میرفتیم به به چه هوایی بابا کی به روی خودش آورد بابا وقتی به روی خودش آورد که مردم بودن جلوی ماشین واسطه دید گاز میده اونا رو نمیزنه آره یادش بخیر خب این چی آقا این هم همون تولد 9 سالگی است آه یه طرف دیگه به شدت دارم فکر کنم کیک رو میبرم آرزو چی بود در 9 سالگی نمیفهمیدیم که اون موقع فکر کنم مثلا اون موقع مثل بچه های الان بودیم بچه 6 ساله آیپد دستشه اون موقع تا 12 قرمه رایانک مالشی آفرین خودم گفتم آره دیگه چون خودت گفتی گفتم دیگه نه واقعا رایانک مالشی آره. من نمیشه به من گفتن الکی نگو آیا آهنگی اصلا فرنگسان نمی واقعا گذاشت رایانک مالشی بله. دراز آویز زینتی رو از خودم گفتم آره ولی رایانک مالشی همینه مثلا مالش. گفتن رایان کوچیکی که مالش میدی آره خلاصه داشتی پس در 9 سالگی به چی فکر می‌کردی به اینجا داشتم کادوها چیه بعد دیدی همه تفلو میآوردن آره شکلات خوری آخه برای بچه چرا مثلا پتو ساعت پیرکس میرکس چیه آره
از اونم که توش کدو حلوا در واقع به بهانه تولد تو برای مامانت کادو می آوردن. بعد به بهانه تولد بچه اونم مامانت همین دور پس می برد دیگه. چون بعضیا رو وا نمی کردم میذاشتن دوباره می بردن. با کادو عوض شد. خیلی ممنونم. یه فاصله کوچولو بگیری. برگردیم باز با حامد آهنگی عزیز داریم. مرسی. چاکر. چی شده؟ فکر ماشینه افتادی دوباره؟ خیلی سوژه داشتین دیگه. آره خیلی. آقا نکته پایانی جنبندی صحبتی با مردم اگر داری بگو که قبل از نکته پایانی من این مطلبی بگم. تو را داشتم میومدم به این فکر کردم که نمیدونم در جریانی یا نه. من خیلی تمام مسابقات ادابازی خندوانه شرکت کردم. بله بله میدیدم. و همه رام باختم. بله بله میدیدم. اون روز به رامبد گفتم، گفتم تو مثلا 5 دوره مسابقه برگزار کردی، من 7 دوره باخت دارم، نمیدونم 2 دوره بیشتر. با مهرداد میناون رفتم باختم، با نصرالا رادش رفتم دعوامون شد اصلا. سرجی همینجوری تو بازی اونم مثل من هیجان داره، مثلا من یهو میرفتم اون یهو مثلا فکر کنم خیلی پسر گلیه آقا نصرالا عزیزم. بعد با نیما نکیسا رفتم باختم. یه روز خود رامبد گفت بیا با من، گفتم با تو دیگه میبرم بازم، تو دیگه صاحب برنامه مگه میشه به بازی. رفتیم با خانم ولد بیگی و نیما فلاحی عزیز، جلو بودیم، خیلی هم جلو بودیم. بعد که ما بین آیت مسابقه رفتم تو دوربین نگاه کردم، گفتم دیدید یارا مشکل داشتن، دیدید الان چقدر جلوییم. آیتم آخر با اختلاف باختیم. دست درد نکنه میشه الان یه بازی کنیم، یه بار من ببرم تو عمرم. از کی ببرم؟ از تو دیگه. از من که همه بردن. مگه پانتومیم بازی کردی؟ نه کلا تو هر زمینه. حالا تو این زمینه هم بباز دیگه، تو که خوب میبازی. آره خدایی دیگه. تو اینم بباز. بریم آقا. نبری منو، بعد باید بیای عذرخواهی کنی ها. چون تو دست به عذرخواهیت خوب آخه. بابا کلا 7 بار بوده تا حالا. چند تا برنامه رفتی تو 7 بار عذرخواهی کردی؟ 20 قسمت یه بار. عذرخواهی نکن، بگو حرفت رو بزن. آجی اتفاقا امروز من از دوستانی که دیوارهای صوتی اتوبان‌ها رو سرقت می‌کنن عذرخواهی کردم. دیوار صوتی چیه دیگه؟ اینا که می‌کشن بغل خیابون که ماشین میره صدا نکشه. آره آره. اونا رو من گفتم بالاخره فردا چیکار می‌کنن؟ برمی‌دارن سر وانت برمی‌دارن می‌برن. دیگه چیزی مونده ندوزن. من فکر کنم چند وقت دیگه تو را کبد تو می‌زنن. چو کبد رو برمی‌دارن. کبد رو ببرن. بعد باز بری اینجوری نیروی انتظامی شکایت کنی تا اون مراحل اداری انجام بشه تو مردی. باز حالا دیوار صوتی اشکال نداره، مثلا تو را قلوبت رو نزنن. باز خوبه از اونجا. خب بچه ها بریم ب... سخت باشه، من میخوام ببرم. آقا نه تو که منو میبری. چیکار کنیم الان؟ خب اگه بخوایم بازی کنیم شما که بلند شو لطفا. چشم. خب بس ببینم چجوری اگه تو اجرا بکنی من بتونم حدس بزنم شما بردی؟ چون دو نفره شون، یعنی اینکه دو نفر درستش اینه که دو نفر تو الان باید یارم باشی، در واقع معمولا برای یار بازی میکنن. خب پس من یارتم، تو باید برای من تو آره اجرا کنی من بتونم حدس بزنم میبری؟ میبرم. خب باش، ولی مردونه حدس بزن اگر حدسه بگو. باشه من فقط یه چیزی هم به مردم بگم، تا اینجاش بازی بود الان، چون کسی که حرفه‌ای رسانه میشه میگه آها چطوری یهو گفت پانتفا، ولی از اینجا به بعدش من واقعا پشت نمیبینم چه خبره. فراد جون بی زحمت اونم برگردون اون مانیتوری که به ما تصویر رو نشون میده اون نمایشگرم برگردونید که من نبینم که چی رو دارم حدس میزنم. نه من چون در ورود به دوستان گفتم که چند تا کلمه آماده کنن. بله الانم به من گفتن که قراره بازی با من بکنی. فقط نورش هم درسته آقا جون؟ یا فرد میخوای بگم خودت نور تو پیدا کن دیگه، خودت دوست نور من اینه دوست دارم. خب باشه مال تو. آقا بریم. خب یه خود شما بی زحمت یه خود برو عقب‌تر. بله خوبه بچه‌ها. آها این نور جذاب‌تر. من کجا بشم؟ من اینجا خوبه؟ اینجا خوبه؟ تصویر رو نبینی اینوری تر با میسم خوبه؟ آره نه آره من نمیبینم خودت، شده ببینم که میگم دیگه. بگو فعلا چیزی نیست. بچه میرسونیم. اوه اوه اوه. آقا بیا بشین بیا بشین. سخته. اینو من الان نمیتونم بخونم. آه. من یه دارم تحریک کشم برگردم ببینم. اصولی میخوام برم. بفهم. طبق قواعدی که در دانشگاه اکسفورد یاد گرفتم. دو کلمه است. دو حرفه. دو کلمه. دو کلمه است. دو حرف چی میشه؟ مثلا زر میشه. مثلا میشه
زیر مثلا مثلا دو کلمه خب اولی هم تو آشپزی طباخی تستری گارسونی آه تو یه جایی رفتی غذا بخوری دیگه بچه چقدر سخته واقعا فکر نه تو رفتی یه جایی غذا تو سینی داری یه چیزی میچینی دلمه داری درست میکنی کادو داری پیچ میکنی من به خدا دوست دارم ببری بابا شیرینه خب آها یه شیرینی هست خب سمنو درست داری من 20 صحابی که دارم درست میکنم کی قناد ها عمو قناد ها عموشو بردار خب قناد خالی خب عمو قناد بود که اینجوری میکردی آره بودم یه برنامه خب قناد دومی من نباید اصولا حرف بزنم نه داری تمرین میکنم ولی چون الان تمرینی برای جام باشگاه آسیا خب قناد اولیشه حالا دوم قناد فرز قناد تون قناد سری سری القناد قناد اینو شیرینی نشون میدن آه ببین قناد این چیه؟ زنگ زرنگ آفرین قناد زرنگ با یه اینجوری میکردی دیگه آره خوب بود این که حساب نیست شما که برنده ای همیشه تا 5 ثانیه میگم من این برنده میتونم کمکت کنم که 5 ثانیه بگی ولی اگر ببازیم هم چیزی از ارزش هامون کلا هیچ وقت هیچی از ارزشامون کم الان اونایی نمی. که از ارزششون کم نمیشه ازت شکایت میکنن نمیکنن بعد باید بیای عذرخواهی میکنم از اونایی که ارزششون کم نمیشه من منظورم اون نبود منظورم این بود که ارزششون کم نمیشه آره ول کن چه کاری بعد حالا من یه جوری که الان میگم فرداش میام ولی تو همون لحظه که میگی هشتگ ارزشمون کم نمیشه حسین برو خب بریم آقا یکی دیگه جدید قناد ناز ها خنده آفرین این ببین ببین اصولیه دو تاست آها آره من خنده یه خنده عالیه عالی داری کار میکنی چی؟ شیره‌ای؟ تزریق؟ یاداش دکتر خنده درمانی خیلی خوب گفتی من همینجا پانتومیمو میذارم کنار آقا خیلی بذار تو برد بذارم کنار چرا اینو سری به چیزی بعد اون که اینجوری نیست چرا دیگه تزریق میکنن دیگه نه دیگه بابا دارن درمان میکنن آها اونا هم درمان میکنن ذهنت نورم آیا آهنگی بازم داریم بعد چه تمومه خب آخریش اینو دیگه واقعا بدون کلمه بریم من سعی میکنم که حدس بزنم بریم چرا با من لجن خوب کردم داشتی خب 3 کلمه بله کتاب مجله جزوه ورقه فیلمنامه کتابخونه کتابخوابه کتابخوابه رو برای ما توضیح بده یعنی وقتی که میری کتاب میخوابی اینجا اینجا آنجا هر جا روز و شب و اینا دار کتاب زندگی مثلا یه چنین چیزیه برگه روزگار ورقه ایام نرو اونطوری هم خیلی ساده است علامت میزنن اینا مثلا امروز این کار دارم دفترچه خاطرات تو آقا تقویم تو یه عذرخواهی بعد از خودت بکن به خودت داری لطمه میزنی الان حاجی آخه تو داری میگی کاراشونو میبینن چی گفتی الان تقویم آفر اون چی میگن سالنامه باریکلا داشته باشین خب تازه این سالنامه تازه این سالنامه بود سالنامه پارسال سالنامه تاریخ گذشته سالنامه فرسوده پارسال سالنامه سال قبل چی جو خدا باورم اجازه بده باور نکنم تو دیدی بیا خریدتو برو تموم شو پس من 2-1 بردم نه دیگه کلن تو خوب سخت بود یه دونه بریم سخت بذار یه کلمه بچه به من بذار آخه بعد یکی به راه بذار خ
خب یه کلمه فکر کنم الان دوباره بودن. من دارم مانیتور میبینم، سوالنامه سال قبل میبینم، الان اونو برگردونی. خب الان یکی دیگه است، باز من بازی کنم؟ عوض کنیم که من اجرا. آره دیگه، دو تا دیگه. آره چرا سه تا انتخاب کرده بودید کلمه بعد چرا رفتید دو دست بعد بازی کنید؟ سوالنامه سال قبل تو بودی چیکار باید میکنم؟ خب بچه بریم. سوالنامه امسال سه کلمه. الان داری کدوم کلمه رو بازی میکنی؟ سومیه رو. بارون. میتونی نشون بدی؟ نه. خب گل. گلدون. اون همه رومی. لیوان. چرا کپ کردم؟ مداد. من کار سختیه. نه دیدی سخته؟ آره. آفه حداقل امروز به این نتیجه رسیم. آقا پانتومی کار سختی. تو خونه که آدم بازی میکنه، ولی بعد فکر کن تو اون، بعد ما تو موزیک هم تو گوشمون بود، یعنی دوف 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 دوف. دیدی سخته؟ یکی افتاده پایین. درخت. خب خوشه. میوه. گل. جوانه. برگ. وای هرچی موجوده بی جان بود. درخت بس بود گفتم بی صدا. برگ. بله برگ پاییزی. خش خش برگ خش خش. تو قبول دیگه؟ قبول نیست هنوز؟ ببین هیئت جوری قبوله دیگه همه. با خوبه. برگ خش. دارم قشنه با گوش کنی داره با طرف میزنه ها. اون سومی که داری؟ ها برگ سومیه. آره صدای خش برگ. خش 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 برگ. آره خش خش برگ داشتی. مرسی. مردم. ممنونم. مردم. چیزی از ارزشات کم نمیشه. ولی یادم من داشتم قبل که بهت پیشنهاد دادم. من نگرانم که گفتم با این دفعه اگر مثلا مسابقه ادابازی بود تو خندمانه بهت بگم میای با من بریم. نه دیگه. الان به این نتیجه رسیدم که اگر به من بگم من بگم تو بودی نرم. حتی باید یه سری رمز اینا نمیذاشتیم. چرا؟ با نیما خیلی کد گذاشتیم. خب یه لو رفت. مثلا ببین اینجوری بود. صحرای بی آب رو چجوری بازه میکردیم؟ اینجوری کرد تو تن. نه نه حدثه. این بود سه. این بود سه. این بود شه. بعد اینجوری صحرا. بعد این هه بود. میگفتیم انا سری صحرای بی آب رو برو. ها؟ صحرای بی آب رو سری برو. به شیوه خودمون. آره دیگه. خیلی ممنونم. بله هم خوب شد هست. همون اول رامبوت فهمید. همون اول فهمید گفت کد تعطیل. یعنی نابود شدیم. به عنوان پیش درآمد میتونستید بیاید دو نفری با هم یه چیزایی اجرا کنید مثلا دیگه. آره. صحراهای کالاهاری رو میرفتید مثلا. اصلا یه چیزایی میتونستیم بریم اگه میزاش از رو کد بریم قشنگ اول میشدیم. خیلی ممنونم. لطف کردید تشریف. خیلی مخلصم. ممنونم از شما منو دعوت کردید. لطف کردید اومدید. باز بیا ان شاء الله برنامه برقرار و مثلا میخوام تمرین کنم که دفعه دیگه بتونی واقعا بیشتر ببری. ممنونم به حامد عزیز، به خانواده محترمش هم عرض احترام داریم و همه دوستانی که برنامه‌هاشو رفتن، چون حیات یک کمدین به تماشاگرایی که میرن. من معذرت میخوام همینجا به مادر عزیزم یه سلام بگم، چون میدونم بیداره و پای برنامه. من چند سالیه که پدرم فوت شده و یه خاطرم از پدر گفتم روحش شاد، خدا همه رفتگان شما رو بیامرزه. به مامان عزیزم سلام میگم چون از 6 صبح بیداره دیگه، اون مثل ما نیست، اون 5-6 بیداره. زنده باشه. همه برنامه‌ها رو میبینه. میشه از مادرت خواهش کنی که همه رو دعا کنن چون دعای مادر بله، گیر بله. مادر عزیز همه رو دعا بفرما، مخصوصا آقا حسین که دیگه عذرخواهی نکنه. بعد جوری محتاجه به دعا. خیلی ممنون. سالم باشی و همه برادرای انزلی و گیلان و همه ایرانی ان شاءالله که همیشه لبتون خندون و دلتون ان شاءالله شاد. بریم یه بخشی رو ببینیم. بریم. مخلصیم. بفرمایید. خدا نگهدار. چکر.